رئیس مجلس نمایندگان شماره از اعضای کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس را به معامله‌گری متهم می کند و می گوید که اعضای کمیته مختلط به دلیل فشارها از سوی حلقات خاص در جلسه مشترک این کمیته حضور نیافتند. در این حال شماره از اعضای مجلس نمایندگان حضور نیافتن شماره از اعضای کمیته مختلط را پرسش برانگیز می دانند و می گویند تایید فرمان رئیس جمهور از سوی کمیته مختلط خلاف قانون است. باز هم امامی گزارش می دهد. فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون ثبت احوال نفوس از سوی کمیته مختلط شورای ملی تایید شد. شماری از اعضای مجلس نمایندگان نتیجه جلسه کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس را خلاف قانون و زیر پا گذاشتن خواسته های بخش بزرگ از مردم می دانند. اعضای مجلس حضور نیافتن 5 عضو مجلس نمایندگان در جلسه کمیته مشترک را پرسش برانگیز می دانند. این اعضای محترم که عضویت کمیته مختلط را برای گرفتن چرا در جلسه شرکت نکردند؟ چه قضیه اتفاق افتاده؟ این سوال اساسی جناب آقای رئیس. بازم تاکید میکنم تاثیر نجادی نکنه خدای نخواسته، ولی بحث حقوقی است. با این مکانیزم جلسه هیئت مختلط تشکیل نشده، پس هر مصوبه ای که صورت گرفت از لحاظ حقوقی ملغاست. شما 8 نفر معرفی کردن، 4 نفر شرکت کرد، 4 نفرش نیست. اگر در افغانستان هست که شرکت نکرده معامله کرده، اگر سفر رفته سفر چطور ناگهانی سفر رفته؟ دیگه عضو نبود که شما جاش معرفی میکرد. با این حال شماری از اعضای کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس حضور نیافتن 5 عضو کمیته مختلط را این گونه توجیه می کنند. و جناب پیمان صاحبم به شما اطلاع دادن و سجادی صاحبم در سفر بودن، به همین شکل ایماق صاحبم تشریف نداشتن. از سوی هم رئیس مجلس نمایندگان در واکنش به اعتراض شماری از اعضای مجلس مبنی بر دخالت دبیرخانه مجلس در کار کمیته گزینش در پیوند به قانون ثبت احوال نفوس شماری از اعضای کمیته مختلط را به خیانت ملی متهم می کنند. شما با عدم اشتراکتان حقی که قومی که داشت و تصویب کرده بود از اولوسی جدید، شما خودتان خیانت کردید، از موقف اولوسی دفاع نکردید. شما باید با حضورتان از موقف اولوسی دفاع میکردید. این مسئولیت به عهده شماست. پس از رد فرمان رئیس جمهور در مورد قانون ثبت احوال نفوس از سوی مجلس نمایندگان و تایید آن از سوی مجلس سنا، کمیته به منظور حل کشیدگی میان هر دو اتاق شورای ملی ایجاد شد. این کمیته روز دوشنبه هفته جاری بدون حضور 5 عضو مجلس نمایندگان این فرمان را تایید کرد.